و در آخر برنامه رسیدیم، در قسمت آخر قرار داریم و اکنون کوچکانه از دانشمند توانا و مورخ شهیر کشور حجت الاسلام و المسلمین سید محمد علی جاوید رهبر حزب حرکت اسلامی افغانستان آزاد دعوت میکنیم تا در جایگاه تشریف بیارند و با صحبتهایشان ما را مستفید کرده و با دعایشان مجلس امروزی ما را به اختتام برسانند انشاءالله. تا تشریف آوریشان صلوات عنایت فرمایید. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. مفهوم مظلوميات يك مفهوم شامل وعام است. تنها انسان نیست که مظلوم واقع میشه، برخی پدیده های غیر انسانی هم مظلوم واقع میشه. یکی از پدیده های غیر انسانیه که مظلوم واقع شده همانا تاریخ این سرزمین است که به نام افغانستان یاد می شود و همواره بر سر و پیکر تاریخ این خطه چوب و چماق فرود آمده و به سوی جعل و تحریف سوق داده شده. متاسفانه سرگذشت های این جغرافیا و این سرزمین بعضی ها را همسایه های غربی ما به خود چسباندند و برخی ها را همسایه های شرقی ما و بعضن که به نام خود این سرزمین نوشته شده زیر نظر و تسلط حکام اینجا بوده و بر اساس غرض و مرضی که داشتند خواستند از افتخارات این خطه چیزی گفته نشود و بسیاری از دروغها و جعلها را وارد تاریخ این منطقه کردند. بنابراین مرد می خواهد و همت می خواهد که از جعل تاریخ و دروغ تاریخ نویسی جلوگیری بکنه. این جغرافیایی که بیش از 100 سال است که به نام افغانستان نامیده می شود افتخارات بس بزرگی داشته. اگر ما به تواریخ کهن مراجعه کنیم این خطه و این منطقه و این جغرافیا از عظمت و بزرگی ویژه برخوردار است، ولی متاسفانه اون عظمت گذشته در تاریخ نویسندگان ما که تاریخ نوشتند نیامده یا بسیار سر و پا شکسته آمده است. یکی از برهه‌های تاریخ که
بیانگر عظمت این ملت است تاریخ جهاد مردم افغانستان در برابر قوای عظیم و سرخ اتحاد جماهیر شوروی و شکست آنها از این سرزمین است. این بزرگترین پدیده قرن بیست بود، زمانی که شوروی ها به افغانستان مداخله کردند و کشور را اشغال کردند. قضاوت همه کارشناسان سیاسی و نظامی جهان این بود که افغانستان هم در شکم اتحاد جماهیر شوروی فرو رفت و یکی از اقمار اتحاد جماهیر شوروی گردید. کسی باور نمی کرد که این ملت فقیر و ضعیف و گرسنه، پای برهنه، غول قدرت جهان را شکست بدهد و اتحاد جماهیر شوروی را درمانده و مستأصل و بیچاره بسازد. ولی این کار شد. جهاد شروع شد. سرانجام نه تنها شوروی از این کشور شکست خورد، که از اروپای شرقی هم شکست خورد. اتحاد جماهیر شوروی از هم پاشید. کعبه آمال کمونیست ها که مسکو بود، از اون کعبه آمال شعار ضد مارکسیزم، لنینیزم، کمونیزم بلند شد. کمونیست بودن در اتحاد شوروی سابق به مثابه داغ و ننگ تلقی گردید. این واقعاً معجزه قرن بود. ولی متاسفانه قلم بدستان ما کمتر به تحریر و نقش این حادثه بزرگ پرداختند. شاید الان ما قدر و قیمت اون واقعه را ندانیم، اما با گذشت چند دهه به خوبی نسل‌های آینده درک می‌کنند که چه حادثه و تحول بزرگ در اواخر قرن بیستم توسط جهادگران افغانستان روی داد. البته بنده تاریخ نوشتم برای افغانستان، در 10 جلد تکمیل است. از جلد ششم، از اول جلد ششم، در مورد کودتای کمونیست ها و جهاد مردمی افغانستان تا جلد 10 حکومت آقای کرزی و محمد اشرف غنی نوشتم. اما یقینا یک نویسنده به هیچ وجه نمیتواند ابعاد انقلاب بزرگ را که سراسر کشور را فرا گرفته بود نمیتواند درک کند و نمیتواند که آن را بنویسد. از توان یک انسان بالاست. من در حد قدرت خود نوشتم، اما اعتراف دارم که خیلی کم است اونچه من نوشتم و ابعاد انقلاب مردم افغانستان بسیار عظیم و بالاست. پس بنابر این قلم بدستان مختلف باید هر کدام در محدوده آگاهی خود عظمت انقلاب افغانستان را بنویسند. قیام‌های مختلف صورت گرفت. نخستین قیام در اول جوزای 57 در دره ویگل نورستان، یعنی حدود
23 روز بعد از کودتای هفت ثور صورت گرفت. بعدن در 26 دلو 1357 قیام مردم در صوف، در 3 هوت 1357 قیام مردم چارکند، در 24 هوت 57 قیام مردم هرات، در اوائل حمل 58 قیام مردم بلخاب، در اوائل ثور 58 قیام مردم هزارجات، و ها کذا پنشیر، پکتیا، پکتیکا، بادغیس و سراسر مناطق قیام کردند. یقینا در همه این سرزمین ها انسان های قلم بدست هستند و هنوز هم زنده هستند. بیشک که قیام دره ویگل نورستان یک کتاب میخواه، باید بنویسند. اون چیزی را که شاهد منویسه غیر از اون چیزی است که راوی منویسه. کسی که به چشم خود دیده دقیق تر منویسه. میگویند که اگر شما یک حرفی را به یک نفر بزنید، او امی حرف شما را به نفر دوم منتقل کنه، نفر دوم به سوم، سوم به چهارم، تا به نهم. نهم وقتی به خودت منتقل میکنه اصلا فکر نمیکنه که ما حرفی که خودت گفتی همون حرف باشه. توسط روایت های مختلف واقعیت چهرش دیگرگون میشه. از اینا باید بنویسن. قیام در یوسف یک کتاب میخواه، قیام هرات یک کتاب میخواه، قیام پنشیر یک کتاب میخواه، اونم نه کتاب جزوه، یک کتاب 400-500 صفحه‌ای. اینا باید نوشته شود. قیام چنداول در ذات خودش از این جهت اهمیت داشت، البته نخستین قیام نبود، ولی نخستین قیامی بود که در پایتخت کشور آغاز شد. در بیخ گوش ترکی و امین این قیام شروع شد. الله اکبر گفتند و پایه‌های رژیم را بر عرضه در آوردند. در 19 حمل 58 آیت الله محسنی، بنده و چند نفر دیگر حرکت اسلامی افغانستان را تأسیس کردیم و به سرعت این حزب به داخل افغانستان نفوذ پیدا کرد. و اگر بنده را متهم به حزب گرایی نکنند، عرض می کنم که رهبران قیام چنداول از مربوطین حرکت اسلامی افغانستان بود، برای اینکه رئیس اون شورا مرحوم سید موسی رضوی مالستانی بود، به حرکت اسلامی پیوسته بود و فرد مؤثر دیگرش هم مرحوم سید جعفر واعظ‌زاده بود، عضو حرکت اسلامی بود. افراد مؤثرش مثل سید حسین علی سنگلاخ، سید شرف سنگلاخ برادرش، اینها عضو حرکت اسلامی بودند و افراد و شخصیت‌های دیگر از احزاب دیگر هم در کنارشان بودند. و این قیام و این خیزش عمومی مردمی را سر و سامان دادند و در واقع یک پتکی بود بر مغز مارکسیسم لنینیسم و بر مغز حاکمیت کمونیستی در کابل.
رژیم به شدت این قیام را سرکوب کرد. قراری که می گویند و می نویسند چه در صحنه جنگ و چه بعد از جنگ که دستگیر شدند افراد و در پلیگون‌های پل چرخی به شهادت رسانیده شدند، تلفات این قیام 10,000 نفر بود و 10,000 نفر عدد کوچک نیست. از این جهت کار حجت الاسلام جناب آقای عادلی برجسته است که این قیام را طی کتاب تحقیق کرده و نوشته. اگر ایشان نمی نوشت، به همون مقدار اشاراتی که در نوشته دیگر نویسندگان آمده به همون مقدار کفایت می شد. بنده هم در تاریخ خود درباره قیام چنداول نوشتم، اما شاید 3 صفحه 4 صفحه، بیشتر نه، ولی ایشان یک کتاب در این مورد نوشته و تا حدود حق مطلب را ادا کرده. نوعاً در رونمایی ها کسانی که صحبت میکنن از اون کتابی که رونمایی میشه اون کتاب را نقد میکنند و من امیرم میگم که هیچ کتابی نیست که آری از نقد و انتقاد باشه، هست، ولی من کتاب آقای عادلی را نقد نمیکنم، برای اینکه کار ایشان اونقدر ارزشمند است که لازم نیست که انسان بگوید که کجایش چطور است و کجایش چیکار است. بنابراین این کتاب ارزشمند را غنیمت بشماریم و بخش‌های اون کتاب را که من خواندم واقعاً تحلیلی مستند و روان است و خداوند ایشان را موفق داشته باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير واجعل عواقب امورنا خيرا برحمتك يا ارحم الراحمين.